سرخط خبرها. این جنگ باید پایان یابد و برای اینکه تعهدمان را به این موضوع نشان دهم، تمامی حمایت‌های آمریکا از عملیات تهاجمی را در جنگ یمن پایان می‌دهیم. حمایت عربستان از سیاست جدید آمریکا درباره مناقشه یمن. حوثی‌ها اما می‌گویند رسیدن به صلح جز با پایان محاصره این کشور میسر نیست. طرح اتهامات تازه علیه منتقد دولت روسیه الکسی ناوالنی دادگاه را سیاسی خواند. اتحادیه اروپا خواستار آزادی او شد. هشدار وزارت بهداشت ایران درباره دو برابر شدن تعداد شهرهای پرخطر. سفارت بریتانیا در تهران میگوید تردید درباره اثرگذاری واکسن ها باعث مرگ انسان ها می شود. و قرنطینه اجباری در هتل برای بریتانیایی هایی که از 30 کشور کرونا خیز برمیگردند. سلام، به اولین بخش خبری امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. سخنان جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا درباره جنگ یمن با واکنش محتاطانه و دیپلماتیک عربستان روبرو شد. آقای بایدن گفت کشورش حمایت نظامی از عربستان و متحدانش را در جنگ یمن متوقف می‌کند و با تعیین یک فرستادی ویژه تلاش خواهد کرد به بحران انسانی یمن پایان دهد. در عین حال واکنش حوثی‌ها هم به گفته‌های آقای بایدن چندان مثبت نبود و سخنگوی این گروه گفت که صلح تا پایان حملات و محاصره یمن به دست نمی آید. ناصح شاکر، روزنامه نگار در صنعا از یمن با ماست برای دونستن واکنش های بیشتر در یمن. آقای شاکر، چرا حوثی ها استقبال نکردند از این صحبت های آقای بایدن؟ خب متاسفم آقای شاکر، فکر میکنم که ارتباطمون با شما الان برقرار شد. سوالم رو تکرار میکنم، چرا حوثی‌ها استقبال نکردن از این صحبت های آقای بایدن؟ متشکر هستم که از من دعوت کردید. انصار الله دید مثبتی دارن نسبت به این صحبت ها، ولی تا الان استقبال نکردن رسما، برای اینکه اونطور که مقامات حوثی گفته اند اینه که اون چه که برای اونها اولویت داره و مهمتر هستش اینه که محاصره یمن پایان پیدا بکنه. اگه واقعا محاصره یمن پایان پیدا بکنه، اون موقع به صلح واقعی در یمن میرسیم، وگرنه مسئله همینجوری ادامه دار خواهد بود. برای همین برای من هم خیلی عجیبه که تا الان انصار الله چرا رسما استقبال نکرده. اما به هر حال موضوع اون این هستش که قبل از اینکه ما کمک به عربستان رو قطع بکنیم، باید ببینیم در عمل چه اتفاقی میفته، و اون چیزی که در عمل باید در اتفاق بیفته، یکی پایان محاصره اقتصادی یمن و همینطور تحقیقات درباره جنایت‌های جنگی در یمن و همینطور تحقیق درباره نقش خود آمریکا در جریان این جنایت ها، از جمله جنایتی که منجر به کشته شدن نزدیک به 1000 نفر شد در جریان حملات هوایی که یک مراسم بزرگ ختم را در اکتبر سال 2016 هدف قرار داد. مردم یمن چه نظری دارن در مورد این تغییر سیاست آمریکا؟ مردم در خیابان‌ها از این اولین گام‌هایی که آمریکا برداشته خوشحال هستند و امیدوارند. اما چه که برای مردم عادی مهمتر هست اینه که واقعا جنگ در عمل تموم بشه، چون مردم بسیار به شکل بدی تحت تأثیر محاصره اقتصادی یمن قرار گرفتن، تحت تأثیر تخریب فرودگاه یمن قرار گرفتن و افت ارزش پول یمن و کاهش مبادلات تجاری با یمن که از سال 2016 شروع شد، وقتی که دولت ائتلافی تحت حمایت اتحادی
سعی کرد که با سیاست‌های مالی خودش با حمایت آمریکا این وضعیت اقتصادی رو پیش بیاره. برای همین اونچه که برای مردم صنعا از همه مهمتر هست پایان محاصره اقتصادی یمن هست قبل از هر چی. بعد اون موقع میشه قضاوت کرد که این گفته ها چقدر مهم هست. این که عربستان تلویحا استقبال کرده از این صحبت های آقای بایدن رو شما چطور تعبیر میکنید در یمن؟ Well, it is normal for the United States. طبیعی هستش که عربستان سعودی هر موضع‌گیری رو که آمریکا بکنه یا هر دستوری رو که آمریکا بده از اون استقبال بکنه. عربستان به هر حال هر چی باشه میشه گفت به دستور آمریکا داره در یمن میجنگه. اگه بدون اجازه آمریکا نبود که حتی یک تیر هم نمیتونست به طرف یمن شلیک بکنه. من امیدوار هستم که آمریکا و این دولت جدید بایدن که گفته دیگه کمک نخواهد کرد به عربستان سعودی برای حمله به یمن، چیزی شبیه بازگشت عملیات به یه شکل دیگه نباشه، شبیه اون آتش بسی نباشه که 40 روز دوام داشت و گفتن که ما جنگ رو پایان میدیم و دیگه به یمن حمله نمی کنیم، ولی بعدن دوباره حرفای خودشون رو زیر پا گذاشتند. اما ما دیدیم حتی بعد از اون آتش بس حملات هوایی ادامه پیدا کرد و محاصره اقتصادی یمن از قبل هم بدتر شد. برای همین ما امیدوار هستیم که حرفای بایدن بدتر نکنه اوضاع رو. برای اینکه مقام سابق آمریکایی در ریاض خود اون در صحبتهایی که کرد الان مجدداً اومده انصار الله رو به جای عربستان متهم کرده در این وضعیتی که به وجود اومده و روسیه رو متهم کرد که چرا به عربستان حمله میکنن. ممنونم. خیلی ممنونم ناصح شاکر، روزنامه‌نگار در صنعا با ما. و برای صحبت بیشتر علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل دنیای عرب از فرانکفورت آلمان هم با ما هستن. آقای صدرزاده، اولین فرستاده آمریکا در امور یمن رو این کشور تعیین میکنه، تیم لیندرکینگ، بیشتر به ما بگید درباره او. این آقای تیم لیندرکینگ 30 سال هست که در اوضاع خاورمیانه رسماً به عنوان یک دیپلمات ارشد حضور داره. سفیر ایران در ریاض بوده، در کویت بوده، در عراق بوده، در امارات بوده، در پاکستان بوده، در مراکش بوده، سالها مسئول NGO های کمک انسان دوستانه بوده. یعنی مرد بسیار قابلی هست. و اینکه جو بایدن ایشون رو مأمور کرده به عنوان مأمور ویژه آمریکا در امور یمن کرده، مثل اینکه قصد آقای بایدن یک قصد بسیار بسیار مصممی هست که به این جنگ خاتمه بده. عربستان سعودی رو هم از نظر استدلال خلع سلاح کرد این شب آقای بایدن. یعنی بهشون گفت اگر ناراحتی و نگرانی شما به امنیتتون از طریق حمله حوثی‌ها یا احتمالاً گروه‌هایی که با سلاح‌های ایرانی حمله می‌کنن، ما از شما پشتیبانی میکنیم، ما نمیگذاریم چنین کاری انجام بگیره. یعنی آمریکا ضمانت داد به عربستان سعودی که خطراتی رو که شما احتمال میدید از یمن متوجه شماست، اونا رو ما رو کنترل میکنیم. بعد اعلام کرد که جنگ چجوری باید تمام بشه. من فکر میکنم از بین تمام مسائل خارجی که دیروز آقای بایدن مطرح کرد، حتی از مسئله روسیه و چین و غیره، مسئله یمن مشخص ترین مسئله بود که حتی یه نوع برنامه براش ارائه داد. اگر کوتاه بفرمایید آقای صدرزاده، این چه پیامی به ایران میفرسته این تصمیم آمریکا؟ اولا این آقای لیندرکینگ قبلا گفته که ما باید همه توانمون رو به کار ببریم که نفوذ و حضور ایران در یمن خاتمه پیدا کنه. و در این مسئله هم مثل این که خیلی مصر هست. و برای من هم غیر قابل تعجب نبود امروز که تمام سایت‌های ایرانی رو نگاه کردم، هم از وزارت خارجه، ایرنا، تسنیم، فارس و حتی ایران دیپلماسی که نزدیک به اصلاح طلبان هست،
هیچ کدام صحبتی از یمن نکردن. گویی اصلا آقای بایدن در مورد یمن صحبت نکرده، گویی اصلا مسئله به این اهمیت برای ایران وجود نداره. اینه که ایران مثل این که در تنگنای دیپلماسی قرار گرفته، نمیدونه چیکار بکنه. و یک چیز دیگه هم اضافه بکنم، موفقیت و یا عدم موفقیت آقای بایدن در یمن، بله، نشان خواهد داد که آقای بایدن واقعا در پیشبرد سیاست خاورمیانه‌ایش از جمله برجام تا چقدر موفق خواهد شد. این محکی خواهد بود. متشکرم. یمن میدان آزمایش بایدن. علی سرزاده تحلیلگر مسئله دنیای عرب از فرانکفورت با ما، ممنونم از شما. رسانه آلمانی اکسیوس از تشکیل جلسه شورای امنیت ملی کاخ سفید در مورد سیاست دولت بایدن در برابر ایران خبر داده. همزمان گزارش شده وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان هم برای گفتگو در مورد برجام به زودی با وزیر خارجه آمریکا در یک نشست مجازی شرکت خواهند کرد. بهمن کلباسی خبرنگارمون از نیویورک با ما در مورد این جلسات چه جزئیات بیشتری می‌دونیم بهمن؟ این چیزی که اکسیوس این رسانه آمریکایی در واقع به گزارش کرده این است که در سطح وزرای خارجه و دفاع و همچنین مقام‌های ارشد امنیتی و اطلاعاتی دیگه در کاخ سفید قرار جلسه ای برگزار بشه که تمرکزش بر روی ایران خواهد بود. معمولا این جلسات برای این برگزار میشه که هماهنگی به وجود بیاد بین دستگاه‌های مختلف در برابر یک سیاستی که اتخاذ شده یا قرار اتخاذ بشه. به همین جهت نشانی از این است که آقای بایدن و تیمش دارن به سرعت اون برنامه‌ای که به صورت کلی مطرح کردن رو وارد جزئیاتش میشن که چگونه اجراش بکنن، اون بازگشت به برجام و تلاش برای یک توافقی بهتر که مسائل دیگر رو هم شامل بشه بعد از بازگشت به برجام، اینها همه بخشی از اون سیاست هست و در مورد اجراش به تبع و جمع‌بندیش در این جلسه صحبت خواهد شد. و همچنین اینکه دیروز هم و مشاور امنیت ملی آقای بایدن در گفتگو با خبرنگاران بهش اشاره کرد و اونم این است که ما داریم با متحدانمون به صورت فشرده گفتگو میکنیم تا به یک جمع‌بندی برسیم. این هم حالا گزارش شده که وزرای خارجه فرانسه و بریتانیا و آلمان که جزء پنج به علاوه یک بودند هستند، قرار است که در یک نشست مجازی با آقای بلینکن وزیر خارجه صحبت بکنه. از یک سو وزیر خارجه و سخنگوی وزیر خارجه آمریکا تاکید میکنن که بازگشت به برجام هنوز باهاش فاصله داریم و حتی آقای بایدن هم دیروز در صحبتاش اشاره‌ای به این موضوع نکرد. از سوی دیگر چنین نشست‌های در سطح بالایی در جریانه، بالاخره تکلیف چیه؟ در صدر دستور کارهاشون هست برجام یا نه؟ به نظر میاد که اون صحبت‌هایی که در این دو هفته آغاز دولت می‌کردن که ما هنوز فاصله داریم و باید ببینیم چه می‌شود و سیاست چیست و اینها، بیشتر برای این بوده است که مداری وقت بخرن، به خصوص در برابر منتقدین داخلی و بین‌المللی بازگشت به برجام، که یک فضای ایجاد بشه که نگران نباشید، حالا ما همین فردا هم قصد نداریم به برجام بازگردیم. ولی همزمان اولویتی این که نگرانی این که به هر حال برنامه هسته‌ای ایران در حال پیشرفت هست هر روز در کنار این واقعیت که شاید فکر کنند که مدت زمان زیادی وجود نداره برای اینکه بتونن با دولت فعلی ایران به یک فهم مشترکی برسن برای بازگشت برجام، اون واقعیت رو داره خودش رو تحمیل میکنه که بعد هر چه سریعتر تصمیم بگیرن و وقت چندانی ندارن، به خصوص که نماینده ویژه آمریکا در مورد ایران آقای راب ملی هم چند روزی بیشتر نیست، حدود 8 روزه که سر کاره و اون هم به هر حال هماهنگ کننده این سیاست خواهد بود. خیلی وقتی نیست که در قدرت بودند، ولی متوجه این نشست‌ها نشون میده که متوجه فوریت مسئله هستند. متشکرم از تو بهمن کلباسی در نیویورک. الکسی ناوالنی منتقد سرشناس دولت روسیه به اتهام افترا به یک سرباز قدیمی جنگ محاکمه شد. آقای ناوالنی گفته انگیزه طرح این اتهام سیاسی است و آن را رد کرده. چند روز پیش هم دادگاهی در مسکو رأی به اجرای باقی مانده حکم زندان آقای ناوالنی داد. او پیشتر به اتهام اختلاس به 3.5 سال زندان محکوم شده و نزدیک به 1 سال از این حکم را در حبس خانگی گذرانده بود. آقای ناوالنی هفته پیش به محض بازگشت به روسیه در فرودگاه مسکو دستگیر و زندانی شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بازداشت او را مغایر تعهدات بین المللی دانسته.
برای صحبت در این باره ساموئل رامانی، پژوهشگر سیاست و رابطه بین الملل دانشکده سن آنتونی دانشگاه آکسفورد از همین شهر با ما هستن. آقای رامانی، اول به ما بگید در مورد این اتهام تازه‌ای که به آقای ناوالنی وارد شده و چقدر واقعا همونطور که خود او میگه این اتهام سیاسی است؟ من کاملا موافق هستم که ماهیت این اتهام ماهیتی سیاسی است. اینکه ناوالنی اومده به یک سرباز کهنه‌کار جنگ جهانی دوم حمله کرده چیزی هستش که خیلی از روس‌ها باش ارتباط برقرار می‌کنن. پوتین خیلی در احساسات ناسیونالیستی دمیده و رقابت با اتحادیه اروپا رو مقایسه کرده با جنگ جهانی دوم، و برای همین که حالا بیان بگن که ناوالنی توهین کرده به یک سرباز جنگ جهانی دوم، یک راهی هستش که بتونن افکار عمومی رو دوباره به طرف خودشون، به طرف دولت پوتین بازگردونن. ورود آقای ناوالنی به روسیه شور و هیجان زیادی در بین مردم به راه انداخت. در خیابان دیدیم که در خیابان‌های شهرهای مختلف روسیه تظاهرات گسترده رو شاهدش بودیم. الان این حمایت همچنان ادامه داره؟ من فکر کنم حمایت زیادی از ناوالنی هستش، برای اینکه ناوالنی الان نماد مبارزه با فساد هست. در این حال او اینو ترکیب کرده برای مبارزه برای تکثرگرایی و در این حال ناسیونالیسم روسیه. برای همین الان یک ناسیونالیست رو داریم که منتقد فساد در روسیه هستش. برای همینه که تمام ناسیونالیست ها و لیبرال ها در سراسر روسیه با همدیگه ائتلاف دارن، در نقاط مختلف با همدیگه این اعتراض ها رو به پیش ببرن. و چقدر فکر میکنید که اون میتونه از این نماد فراتر بره و تغییرات رو شروع و آغازگر تغییرات جدی تر باشه در روسیه، یا اینکه روسیه میتونه یک بار دیگه یک مخالف مهم خودش رو به روال گذشته سرکوب بکنه؟ من فکر میکنم که الان در حال حاضر الکسی ناوالنی میتونه بیش از اون که بخواد فقط یه اعتراضایی رو به راه بندازه فراتر از اون کار بکنه. نمیتونه تبدیل به چهره سیاسی بشه. او رو قبلا به خاطر فساد کنار گذاشتن، و در به هر حال دولت روسیه هم تنها مخالفایی رو که اجازه میده وارد صحنه بشن کسایی هستن که خودشون تایید کرده، مثلا امثال ولادیمیر ژیرناوسکی که خیلی تندروتر از خود دولت هستش. برای همین ناوالنی در همین حد هست. اینکه خیلی از چهره‌های خیلی از افکار عمومی رو بر علیه سیاستمداران موجود در روسیه معطوف بکنه، الان هم داره با الکساندر پوتین داره مقابله میکنه و رقابت میکنه. شاید پوتین الان تسلیم نشه و مورد تخریب قرار نگیره طرف این اتهامات و افشاگویی های ناوالنی، اما سیاستمداران اطراف ولادیمیر پوتین قطعا ضربه ای به وجهشون از طرف افکار عمومی به خاطر فعالیت های ناوالنی خواهد خورد. ساموئل رامانی، پژوهشگر سیاست و رابطه بین الملل دانشکده سن آنتونی دانشگاه آکسفورد، متشکرم از شما. وزارت بهداشت ایران درباره دو برابر شدن شماره شهرهای پرخطر و موج جدید شیوع ویروس کرونا هشدار داده و گفته روند شیوع ویروس در استانهای تهران، یزد و هرمزگان سعودی شده. همزمان سفارت بریتانیا در تهران هم گفته ایجاد تردیدهای غیر علمی درباره بعضی واکسن ها منجر به مرگ آدم ها می شود. شیدا هوشمندی گزارش می دهد. پس از محدودیت‌های یک ماهه در ایران، آمار رسمی جانباختگان کرونا به شدت کاهش یافت. اما وزارت بهداشت حالا از دو برابر شدن شمار شهرهای پرخطر خبر می‌دهد. تهران رو می‌بینید که باز روند نزولیش متوقف شده، دندونه زده، ضمن که تهران هم موارد سرپایش افزایش پیدا کرده، هم مقداری داره بستریش افزایش میکنه، هم به طرف جوانها میل بیشتری پیدا کرده ویروس. اسلاید بعدی. همزمان با هشدار وزارت بهداشت، جشنواره فیلم فجر به روال هر سال در حال برگزاری است. پروتکل های بهداشتی در برخی موارد رعایت نمی شود، اما وزیر فرهنگ و ارشاد میگوید تعطیلی جشنواره ها به صلاح جامعه نیست. در میان بازار سخنان جنجالی هم داغ شده، مثل این گفته های بهروز افخمی، کارگردان سینما، که خیلی ها میگویند اطلاعاتش نادرست است. تحمیل ماسک به مردم کار بسیار غلطیه. این تعطیل مدارس و فرستادن بچه ها به
تبدیل کردنشون به زندانی تو خونه کار بسیار غلطیه. یعنی یه برنامه جهانی وحشت که احتمالا با اهداف سیاسی در امریکا و انگلیس طراحی شده در ایران طوری اجرا شد که به اصطلاح ما کاسه داغ‌تر از آش شدیم. حرف‌های بهروز افخمی همزمان با جان باختن دو فوتبالیست سرشناس به خاطر ابتلا به ویروس کرونا است. و البته بچه‌های خودتونم باهاشون اینجوری رفتار. این خشم و ناراحتی در جامعه که این گونه در سخنان یک بازیگر جلوه می‌کند. خرید واکسن هم همچنان مبهم و مسئله است. مقام‌های ارشد سپاه پاسداران و رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرده بودند که واکسن‌های بریتانیایی و آمریکایی را نمی‌خرند. اما سفارت بریتانیا در تهران بیانیه‌ای منتشر کرده و با اشاره به خبر ورود بیش از 4 میلیون دوز واکسن آسترازنکا یادآوری کرده که این واکسن محصول مشترک شرکت بریتانیایی سوئدی و دانشگاه آکسفورد است. سفارت بریتانیا در بیانیه خود گفته اظهارات رسمی باعث ایجاد تردید در واکسن‌های به خصوصی می‌شود و اگر بر پایه توجیهات علمی نباشد می‌تواند موجب منصرف شدن افراد از واکسیناسیون و منجر به مرگ آنها شود. این بیانیه همچنین گفته واکسن‌های آسترازنکا تحت برنامه کوواکس به ایران می‌رسد، برنامه‌ای که بریتانیا بیش از 760 میلیون دلار به آن کمک کرده. واکسن دیگری که ایران خریده واکسن روسیه اسپوتنیک است. پنجشنبه نخستین محموله آن به ایران رسید و وزارت بهداشت میگوید برای واردات 2 میلیون دوز با تولید کننده آن قرارداد بسته. شیدا هوشمندی، بی بی سی. وزیر خارجه آمریکا گفته در دیدار با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در روند صلح افغانستان درباره دستیابی به یک توافق سیاسی عادلانه و پایدار در افغانستان و برقراری آتش‌بس دائمی صحبت کرده. این در حالی است که در نتیجه خشونت‌های تازه در ولایت‌های قندوز، فاریاب و ننگرهار تلفات سنگینی به سربازان افغان و طالبان وارد شده. از جمله دیشب در ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز در نتیجه حمله طالبان 18 سرباز کشته شدند. نسرین نوا گزارش می‌دهد. وضعیت پاسگاه ارتش در ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب پس از حمله غافلگیر کننده طالبان، درگیری و هر دو طرف تلفاتی وارد کرده. طالبان در یکی از منطقه سربازای ما را غافلگیر کردند که در او به تعداد 5 تن از سربازای ما به شمول قماندان کندک 6 شهید شده و تعدادی هم اسیر شدند. ویدیویی در شبکه‌های مجازی نشان می‌دهد که طالبان شماری از سربازان را نیز گروگان گرفتند. منابع رسمی پس از پخش ویدیو در این مورد سکوت کردند. در قندوز هم طالبان 3 نیروی خیزش مردمی را پس از درگیری چندین ساعته با خود بردند. جنگجویان این گروه شب قبل به پاسگاه نیروهای خیزش مردمی تحت حمایت امنیت ملی یورش بردند. با وجود بیش از 3 ساعت درگیری، هیچ نیروی کمکی به این محل نرسیده. ولسوال میگوید 18 نفر در این درگیری کشته شده، اما والی بیشتر از تلفات طرف مقابل حرف میزند. شب گذشته طالبان به منطقه اخترتپه ولسوالی خان‌آباد 2 بار حمله کردند که در نتیجه فرمانده مشهور طالبان به نام حنظله در درگیری کشته شد. به دلیل جنگ ما هم تلفاتی را متحمل شدیم. حدود 10 نفر کشته شدند. در شرق اما طالبان غافلگیر شدند. در حمله هوایی دولت در ولسوالی شیرزاد ننگرهار 18 عضو این گروه کشته و دست کم 10 نفرشان زخمی شدند. به گفته والی این ولایت 14 نفرشان از قطعه سرخ این گروه بوده. طالبان در این مورد چیزی نگفته، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در توییترش نوشته به دلیل فرود یک خمپاره نیروهای دولتی بر یک خانه در این ولسوالی 1 زن کشته و 4 کودک زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان نیز مدعی شده که روز گذشته افراد طالبان در ولسوالی‌های ارغنداب، پنجوایی و دند ولایت قندهار طرح حمله بر نیروهای امنیتی را داشتند که در حمله پیشگیرانه نیروهای زمینی و هوایی ارتش 62 عضو گروه طالبان کشته و 23 نفر آنان زخمی شدند.
منابع مستقل این خبر را تاکنون تایید نکردند. طالبان نیز درباره تلفات قندهار ابراز نظر نکرده. میدان مذاکرات مدتی سرد و میدان جنگ همچنان گرم و خونین. با وجود جریان مذاکرات میان دولت و طالبان، خشونت‌ها در 5 ماه گذشته از نظامی و غیر نظامی افغانستان قربانی گرفته. خشونت‌هایی که انتظار می‌رفت با امضای توافقنامه میان آمریکا و طالبان کاهش یابد. در همین حال شورای عالی مصالحه امروز در اعلامیه یک بار دیگر طالبان را عامل کندی مذاکرات و افزایش خشونت‌ها خوانده. طالبان در 20 روز گذشته به جای میز مذاکره در دوحه مشغول سفر در منطقه بودند. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. تا بیش از یک هفته دیگر آن دسته از بریتانیایی که از کشورهای پر ریسک و دچار بحران کرونا به خانه برمیگردند باید 10 روز در یک هتل قرنطینه شوند و هزینه هتل را هم خودشان بپردازند. دولت بریتانیا تحت فشار زیادی است تا جزئیات این طرح را اعلام کند و منتقدان میگویند خیلی دیر به این فکر افتاده. سایمون جاز گزارش میدهد. یک مقصد جدید برای مسافران جدید از کشورهای پر ریسک دنیا. شهروندان بریتانیا که از 30 کشور کرونا زده دنیا به خانه برمیگردند باید 10 روز در هتل‌های تعیین شده‌ای بمانند از جیب خودشان. هدف جلوگیری از تکثیر ویروس‌های جهش یافته از برزیل و آفریقای جنوبی است. اما منتقدان میگویند فهرست این هتل‌ها تا 10 روز دیگر مشخص نمی‌شود و این تأخیر جان مردم را به خطر می‌اندازد. واقعا اوج بی‌کفایتیه که می‌خوان این برنامه را 15 فوریه اجرا کنند. یعنی 50 روز بعد از تشخیص اولین مورد ابتلا در بریتانیا به نوع جهش‌یافته در آفریقای جنوبی. پس عجیب نیست که ما گرفتار این ویروس شدیم. الان 1 ساله که کشورهای دیگه هتل قرنطینه دارند. قرار است این هتل‌های مخصوص در 10 نقطه نزدیک فرودگاه‌ها و بنادر دایر شوند. از صاحبان هتل‌ها انتظار می‌رود برای روز 1000 مسافر اتاق فراهم کنند. مسافر هم پیش‌بینی شده حدوداً شبی 80 پوند بپردازد. اگر هم کسی بخواهد برای هواخوری بیرون برود، باید با همراهی یک نگهبان باشد. دولت میگوید برنامه به خوبی پیش می‌رود. وقتی ما سیستم قرنطینه کردن هتل‌ها رو به راه می‌اندازیم، می‌خوایم مطمئن بشیم که داریم راه درست رو می‌ریم. باید همه چیز آماده بشه. هتل، حمل و نقل و غیره. اما به هر حال قبلش هم شما باید از مسافرت برمیگشتید 10 روز قرنطینه میشدید. با حدود 60 شرکت مختلف در صنعت گردشگری و مسافرت مذاکره شده. صاحبان بعضی هتل ها میگویند با آنها از قبل چیزی گفته نشده. واقعیت این است که تا این هتل های مخصوص به راه بیفتند، هزاران مسافر دیگر از نقاط مختلف دنیا وارد بریتانیا خواهند شد. سایمون جونز، بی بی سی نیوز. رسیم پایین این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.